ببینید دولت دکتر مصدق فرایندش نفت و دولتی کرد، ملی نشد، نفت که اومد تو جیب دولت، دولت مستثنا شد از پاسخگویی، پول نفت رو داشت، کشور رو اداره میکرد با پول نفت، پاسخگو نبود، دنیا نفت رو نداشتن، ناچار بودن به مردم پاسخگو باشن، مردم پول دیدن کشورشون اداره کن. این نسبت ساده معادله پاسخگوی دولت به ملت در نیاز دولت به ملت هست. اگر نیاز تبدیل به ناز بشه، استبداد به وجود میاد. استبداد تاریخی ما چه قبل از انقلاب و چه در ضمیر حاکمان بعد از انقلاب در دولت ها همه میشنه که موضوعشون ناز. یعنی پاسخ شما رو من با این جمله دارم، اقبال نیست، این یه فرهنگ شده. ما تربیت نشدیم برای حکمرانی. قبل از این که این بحث کار آمدی، اقبال، عدم اقبال، موفقیت، موفقیت بشه، اون بحث تربیت نیرو، تربیت نخبگان مهمه. اونی که تو هاروارد اومده بیرون، تو فلچر اومده بیرون، از مدرسه انای پاریس اومده بیرون، تربیتش کردن برای این پاس. هم تو معرفت شناسی ما مشکل داریم، هم فاقد ویژن و تصمیم گیری در حکومت هستیم. ببینید ما به نالج بیشتر از ویژن اهمیت میدهیم. در علم مدیریت و در روانشناسی مدیریتی اولین سوالی که از شما میکنن میگن ویژن و میشن شما چیه؟ ویژن و میشن یعنی چی؟ یعنی چشمنداز شما، بینش شما و مأموریت شما از این چیه؟ شما این سازمان رو دست دادن، میشن و ویژن شما چیه؟ حالا من ویژن رو ترجمه کردم به بینش، به پندار، به افق بلند فکر. بینش، ویژن یک امر ذاتی است، نالج یک امر اکتسابی است، دانش یک امر اکتسابی است، هر کسی میتونه دانشمند بشه. ما در آداب حکومت داریمون به دانش بیشتر از ویژن اهمیت دادیم. دکتر مهاتیر پزشک بود، ویژن داشت تحول رو ایجاد کرد. تحول با ویژن انجام میشه، تحول با دانش انجام با دانش هم باید انجام بشه، اما دانش بدون ویژن امکان نداره موفق. مأموریت که میشه میشن با ویژن در هم که ادغام میشه، ازش پدیده حکمرانی دقیق به وجود میاد. ما در کشورمون حکمرانانمون، اکثر حکمرانانمون، دولت مردانمون فاقد ویژن و میشن هستن. بعضی میگن کارآمدی بخاطر دخالت دستگاه و سیستم رهبری. نه، اینطور نیست. چطور اون جایی که سیستم رهبری دخالت مستقیم تو بخش دفاعی میکنه از همه چه جلوتریه؟ چطور ایران در 2000 سال گذشته چنین قدرتی تو خاورمیانه نداشته؟ اگر همون اندازه که سلیمانی در مقاومت موفقه و دستگاه دفاعی ما در سیستم دفاعیش موفقه، در آداب حکومتداری و مردمداری هم یه همچین موفقی داشتیم، ایران مشکلی نداشت. من مشکل ناکارآمدی رو مشکل تحریم نمیدونم. تحریم رو ذاتاً یک امر زشتی میدونم، خوبی نمیدونم. من تو مصاحبه گفتم که بعضی میگن تحریم نعمته. نه، نعمت نیست، نقمته. اما بحث ناکارآمدی بیشتر از اینه که به بحث های ایدئولوژیک یا بحث های سیاسی یا بحث های انتزاعی فردی بخواد بگنجه، یه بحث ساختاریه. اون بحث ساختاریش برمیگرده به تشخیص هویت فکری حاکمان ایران. که الان شاید من موقعی که بحث دارم بحث رو برده واقعاً نگیر از این موضوع الان صحبت نمیم. اگه کسی بخواد بیاد بالا با چرخه دموکراتیک برن یه جا بشینن بحث کنن، بحث نمره بدن، میذارن جلوشون توی احزاب، تو این دو حزب دموکرات، این توی تو حزب سوسیالیسم، این توی دو احزاب مختلف اینجا کد میدن، میگن راجع به سیاست خارجی ازش 10 تا سوال میکنن، جواب میدن. از 100 تا نمره اگه بالای 50 بودی اوکی میشه، اگه زیر 50 نیوردی، اگر از مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، دفاعی، ملی، هنری، اجزایی که باید کسی جواب بده اومد،
70 نمره بود تو یکی ضعیف بود کمکش میکنن که بیاد بالا. برای اینکه نه اینکه هر کسی از خونش قهر میکنه صبح احساس ریاست جمهوری کنه بیاد خودش عرصه کنه و گیره چون اتفاقا هم بشه اتفاقا هم بشه دولت ها همیشه میگن نذاشتن اجازه هم باسه اینکه میخوان فرار جلو بکنه دولت پنهان شما چرا معتقده فرار اینا جوکه اینکه مثلا چند تا دولت پنهان داریم تو هر اینا همه حرف هایی که بیشتر برای فرار به جلو و برای عدم پاسخگویی احمدی نژاد 6 سال ثابت کرد که میتونه تو کشور رئیس جمهور نفر اول کشور باشه. اگه دولت پنهانی به وجود اومده خودمون کردیم. اگر ناهماهنگی بوده خودمون ایجاد کردیم. وقتی که محدود ساز سیاست بر محدود سازیه طرف روی اقتصاد باز نیست. اقتصاد انحصار سازیه وقتی که خصوصی سازی خاص سازیه قاچاق هم کنارش طبیعی شکل بگیره دولت پنهان هم طبیعی توش شکل بگیره اجزای افراد سوگویی هم توش طبیعی شکل بگیره چطور اونجا شما کار کردید نشده کار کردید اینجا شما های انتظار نهید نشده شفافیت یک امر کاملا 100%ه دولت پنهان نتیجه عملکرد دولت رسمی است که دولت رسمی نمیتونه پاسخگو باشه منم باید این کار رو انجام بدم